کیارش آرامش، پزشک و متخصص پزشکی اجتماعی و اخلاق زیستی از پنسیلوانیا همراه ما هستن. آقای آرامش، از تب دنگی، خطراتش و عوارضش بیشتر از شما بشنوید. همونطور که شما بیان کردید، تب دنگی یک بیماری ویروسی هست که از طریق گزش پشه منتقل میشه. پشه با نام ایدس ایجیپتای اسم علمیش هست و از طریق گزش این پشه ویروس منتقل میشه به بدن فردی که فرد به اصطلاح که مورد گزش قرار گرفته و یک دوره نهفتگی حدود 7 روز داره که ممکنه تا 14 روز هم ادامه پیدا بکنه. در خیلی از موارد علائم بیماری نشون داده نمیشه، یعنی فرد این ویروس رو در بدنش داره، ناقله، ولی هیچ علامتی نشون نمیده. اونایی که علامت دار میشن اکثرا علائم خفیف دارن تا متوسط، شامل سردرد، تب شدید، سردردی که خصوصا در پشت چشم ها متمرکزه، درد عضلات، درد استخوان ها، به همین خاطر بعضی ها این بیماری رو تب استخوان شکن نامیدن، و همینطور یک جور بصورات پوستی خاصی که ویژگی هایی داره، مثلا با فشار دادن قدری سفید میشه. اینا میشه علائم بیماری. اکثر کسایی که دچار این بیماری میشن ظرف چند روز، حد اکثر یه هفته، خوب میشن. عده خیلی کمی به طرف بیماری شدید میرن که اون بیماری خون ریزی دهنده است که نیاز به بستری داره و اون شامل کم شدن شدید پلاکت های خون میشه، ممکنه فرد دچار خون ریزی بشه، و عده باز کمی از اونایی که وارد حالت شدید میشن ممکنه حتی فوت بکنن و از دنیا برن به خاطر این بیماری. برای این علائم بیماری هست. بیماری درمان نداره، فقط کنترل میشه کرد در حال حاضر، ولی درمان با استامینوفن ترجیحاً، خصوصا کسایی که شک به این بیماری دارن، بهتره که از آسپرین یا آیبوپروفن استفاده نکنن، برای اینکه اینا باعث مستعجل شدن فرد برای خونریزی میشن، از استامینوفن استفاده کنن. اما پیشگیری داره. پیشگیریش هم همون پیشگیری از گزیده شدن توسط پشه است. یکی اینکه نرفتن به مناطقی با شیوع بالای بیماری، وقتی هم میریم در محیط، در خونه‌ای زندگی کنیم که خوب توری داره، اگه بیرون میخوایم از پشه بند استفاده بکنیم، لباسایی بپوشیم که بدن رو از گزش پشه دور بداره، و همینطور از پود اسپری های دور کننده پشه استفاده بکنیم. این هم روش پیشگیری در سطح فردیه و درمانش رو هم که خدمتتون عرض کردم. اینا ویژگی های بیماریه. این رو هم عرض بکنم خدمتتون که اگر کسی دچار این بیماری شد و رفت پیش طب سنتی و اسلامی، انبر نصارا بهش دادن و خوب شد، مواظب باشه اونا اعتبار کسب نکنن که ما حالتو خوب کردیم. اکثر کسایی که دچار این بیماری میشن خودشون خود به خود خوب میشن. بهتره که پول و سرمایهشون و سلامتشون رو به خطر نندازن با مراجعه به طب سنتی. آقای آرامش، ارزیابی شما حالا از گزارش وزارت بهداشت چه هستش؟ اینکه 90 نفر تایید شده که مبتلا شدن، چه تصویری از وضعیت بیماری در ایران میده؟ چقدر مردم باید نگران باشن و چقدر باید خطر شیوع رو جدی گرفت؟ خب ببینید، این یک الگویی هست که ما در سالهای اخیر می‌بینیم که خیلی از بیماری‌ها که در مناطق جغرافیایی خاصی متمرکز بودن گسترش پیدا می‌کنن. یکی از اینها تب دنگی هست که معمولاً در نواحی حاره‌ای مثل آمریکای مرکزی، جنوبی، شرق آسیا رایج بود و در ایران دیده نمی‌شد هیچ وقت، ولی الان می‌بینیم که داره گسترش پیدا می‌کنه. این به چند دلیل می‌تونه باشه. یکی از دلیل‌ها بالاخره سفره. همونطور که دیدیم، عده زیادی از کسایی که در ایران دیده شدن مسافرهایی هستن که از کشورهای دیگه اومدن. این سفرها باعث میشه که عفونت منتقل بشه. دیگری تغییرات اقلیمیه، یعنی که فضا و محیط برای تولد مس، برای تکثیر و برای گسترش اون پشه‌ای که عامل این مناقل این بیماری هست فراهم میشه. بنابراین این خطر جدی هست. وقتی که این ویروس وارد ایران میشه، به این معنی هست که حالا اون پشه ها هم هستن، چون اون پشه ها هم دیده شدن و این بیماری میتونه انتقال پیدا کنه. کسی نمیتونه پیش بینی کنه که آیا این تبدیل به یک
اپیدمی جدی خواهد شد یا همچنان خواهد در حد محدود خواهد ماند، ولی کارهایی که باید در این مورد انجام بشه شامل این هست که باید غربالگری بشه برای مسافرین اگه تعداد زیاد بشه، باید آموزش‌های عمومی داده بشه برای دوری از گزش پشه، پیشگیری از گزش پشه مثل همون مواردی که پیشتر خدمتتون عرض کردم، باید زیستگاه‌های پشه ها، محل تکثیر پشه ها مثل آب‌های راکد، جاهایی که این پشه ها توش زندگی می‌کنن امها بشن یا به وسیله سمکش‌های سازگار با محیط، با پشه‌کش‌های سازگار با محیط زیست با اون پشه‌ها مقابله بشه و از بین برده بشن. و اگه گسترش خیلی بیشتر بشه، این بیماری درسته که درمان نداره اما واکسن داره، دو تا واکسن براش وجود داره که البته معمولا در دنیا به خاطر شیوع پایین این بیماری جزء واکسیناسیون همگانی نیست، اما اگر که گسترش بیشتری پیدا بکنه شاید لازم بشه که واکسیناسیون انجام بشه، ولی ما الان هنوز از اون مرحله خیلی دور هستیم و با اون اقداماتی که در ابتدا عرض کردم میشه این بیماری رو احتمال قوی کنترل کرد و نیازی به و احتمال تبدیل شدنش به همگیری بزرگ در حال حاضر بالا نیست. بله، سپاس فراوان از توضیحات مفید شما کیارش آرامش، پزشک و متخصص پزشکی اجتماعی که از پنسیلوانیا همراه ما بودید.